تو با اسم تو من چی بگم؟ بگم سلام، من مانکن سلام آقای مانکن، هاشی، میخوای برات درست کنم قشنگ خودم بریم؟ از حاشیه بدم نمیاد. میدونم چی اومد تو سر، ولی چی؟ نمیاد، بعدم بهت میام. سلام اومدش. نه داشت باید میکرم یه کاری کنم، این دنیا جه با این خانومه که اوباره تو موزیک ویدیوت کل بندازم بیافتم به جونم یه باشه. کار جدید هم یادش دادی؟ این بچه ها گفتن پیاده داشتی میومدی، پیاده اومدی یا فرودگاه تا اینجا؟ بله، یه ماشین چیزی میگرفتی دم فرودگاه؟ اصلا پولش رو داشتیم. نه بابا این کارا چه، شما چرا اینطوری میکنید؟ هر کی میاد اینجا داستان. سلام ساسی، خوبی ساسی؟ نه، چرا؟ من ساسان راحتم خودم ها خب ساسان خوبی الان. نه اوکی، تو یکم تیک یور تایم تا حالت یه ذره بهتر بشه. من یه ذره توضیح بدم که چرا تو رو دعوت کردم. این دومین باریه که یه نفر به خاطر حضور یک شخص خاص توی موزیک ویدیوش دعوت میکنه به فیک تاک، که قرار مفصل راجع به این داستان با اون شخص و اینا صحبت کنیم. اساسی میخواستم هم ببین اصلا دوست ندارم راجع به این داستان صحبت کنم. خب اینو به اون میگفتی، ولی مشکل نداره، راجع به چیزای دیگه میتونیم صحبت کنیم. درست. خواهش کنم، چه حرفی؟ اشکال نداره. کار به سوال اطلاعات عمومی شروع میکنیم. بزرگترین ایالت آمریکا. نمیدونی؟ اشکال نداره. بازیکن فوتبال اهل شیلی که بازیکن سابق تیم‌های منچستر یونایتد، آرسنال و بارسلونا بوده و در حال حاضر تو اینتر میلان توپ میزنه. فامیلیش هم سانچزه. خب چرا صحبت نمی‌کنی؟ بیا صحبت کن دیگه، مجبورم نکنه بابا. کارو چیز خاصی هم ولش همون مثلا دیگه. سیاست خوش کن، آروم آروم بهش میرسیم. بذار موزیک ویدیو شروع کنیم. اسمش تهران توکیو، درست میگم؟ آره تهران ضبط شده یا توکیو؟ اهواز. اهواز؟ نه کرج. کرج؟ بله بله کرج. پیشنهاد حضور ایشون رو چه کسی داد؟ هیچکی. پس ایده خودت؟ خیلی دوست داشتم، یکی از آرزوام بود اصلا. این بین همه همکار ایشون، خود ایشون رو بیشتر از همه دوست داشتی؟ همه رو دوست داشتم. اگه بخوای چهار تا اسم بگم، من چهار تا اسم میگم که خیلی دوست دارم، ولی اون موقع نگفتم این خوبه. میفهم، من میفهمم. خب چرا ایشون انتخاب کردی؟ خودم حال میکردمش. بعدی چی دلیلش حالا میخوای؟ آره 100%، چون واقعا بر همه سواله، چون بعد اون همه کاری که کرده بودی دیگه واقعا لازم نبود برای دیده شدن ویدیو دیگه همچین کسی رو برداری بیاری. واقعا لازمه، واقعا لازم. چه فکری پشتش بود؟ اصلا فکر شده نبود که. شک ندارم در مورد، شک ندارم. از کی میشناختی ایشونو؟ اول راه همه میشه که اوه، یعنی ولی خب اون زمانی که تو اول راهنمای بودی خیلی دسترسی به این نوع ویدیو سخت‌تر بود و یعنی دردسر زیاد سخت بود دیگه، ولی میگرفتم. من تو کرج گیر ندادم بهتون واسه فیلم برداری و اینا؟ خودم رفتم معرفی کردم دیگه، به خاطر معرفی کردن زندان نرفت. خودت با ایشون کاری نداشتن؟ نفهمیدم. نه بابا نشناختن. ولت که رفتی ادامهشو ضبط کردی بعد؟ آره. نمیشه ول کرد. خب چیکار کنم؟ میفهمم. خیلی با هم صحبت کردیم، معاشرت و اینا کردیم. با زبان هم هنوز اونقدر خوب نیست. آه راست میگه، واقعا همون شناخت کمی که به دست آوردی ازش چه جور آدمیه. اصلا اختیار دارین دیگه، همه لحاظاشو تقریبا همون میدونیم. منظورم بحث اخلاقی. خیلی دختر خوبیه، خیلی دختر با خانواده ایه، من میدونم اینا رو. خب نمیدونم اون موقعی که این کارا رو میکرد اصلا باهاش حرف نمیزدم، نمیدونم تو چه جوی بود که این کارا رو کرد. بله ولی واقعا من خیلی دختر خوبیه، صحیح. دوست خیلی خوبمه. آش نخورده و دهن سوخته منم. این تو خیلی آش نخوردی، زیاد دید شما زیاد چند تاست. چقدر خوردی؟ اصلش رو حساب کنم یه بار، بخوام خیلی دیگه حال بدم دو بار. چیز خاصی نه ولش. آره آره، خب یکم راجع به خود صحبت کن. اصلا خود فکر میکنی خوب میخونی؟ میگید خوب میخونم؟ غلط بکنه میگم. کی گفتی؟ چند وقت پیش ما با هم صحبت کردیم، خودت به من گفتی شش بخون. نه تو موقع چی اسلو اینا یه ذره احساسی اینا میخونی، من گفتم تو برو هم شش تو بخون. منظورم تو اسلو بدم. آره خب میدونم والله، اصلا چون تو خود حاشیه اینا بیاری بالا، بعد اگه احساسی حاشیه قاطیش نمیشه که میشه. تو شعرات هم خود میگی؟ چیزایی اصلا خواستم یه تیکه از شعرات رو دیدم، خواستم ببینم مسئولیتش با خودته یا کسی دیگه، چون اینجا میگی که ای 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 او ای 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 آی آی. خب بعد اینجا سوال ذهن مخاطب ایجاد میشه، میگی یعنی چی؟ گره رو ایجاد میکنی، حالا میگی گره رو باز میکنی تو لاینه، بعد میگی که میگه چقدر خوشگله چه لبایی. بعد در ادامه هنوز گیر داره. خب باشه فهمیدیم چی گفت، ولی چرا اینطوری میگه؟ بعد در ادامه میگه که خانم لال متاسفانه زبون نداره. خانم لال، این توهین بود، البته یه جورایی توهین آمیز بود به افرادی که توانی تکلم ندارن، ولی خب تو کلا دیگه خیلی فکر کنم حساس نبودی روی جزئیات و مسائلی که ممکنه پیش بیاد. بگذریم دیگه، داریم به آخرای مصاحبه هم نزدیک میشیم. آرزوت چیه؟ که مثلا بشینم توی جمع
5 نفر باشم بخونم. منظورش اینه که فکر کنم آهنگ خودت رو بخونی، یعنی روت بشه که بخونی. آخرین باری که توی جمع یادم نشسته بودی این بود. آره همین، با فرامرز استانی و ای بی و اینا نشسته بودن 25 بند و اینا. بعد نوبت تو شد که بخونی، مثلا ای بی نشسته اونجوری آهنگ ای بی خونده، فرامرز استانی رفته مثلا اگه یه روز رو خونده. بعد یه دفعه میگن خب ساسی جان شما بفرمایید. بعد مثلا دفعه با خودت گفتی خب من الان چی برم، برم نیناشناشو بخونم الان، برم چی؟ بعد گفتی خب اجازه بده من اول یه دونه شادمهر براتون، واسه شادمهر خوندی. مزبوط اینه که آرزوت اینه که یه جایی به یه محلی برسی که یه آهنگ خودت یه جو. البته میدونم تو رود خیلی بیشتر این صحبت، تو آهنگ خودت هم خوندی اونجا. آره. سون سازم میزنی درسته؟ آره گیتار میزنم ولی نه اونقدر حرفه‌ای. آوردیم برات یه هنرنمایی برام بکنی؟ نه نه یکم یکم زود عصبانی میشم. چند وقت نزدی مگه؟ اول راه همه میشه که؟ خب الان میتونی بزنی دیگه اگه بخوام. آره ولی الان خود نمیخوای. اوکی میفهم. دیگه داریم میریم دیگه. عروسی که بچه های پشت صحنه هست، کامرمن شماره یکمون مبارک بشه. مبارک بشه. بیا تا هم بریم دعوتی. خوش نمیگذره تو عروسی. میبریمش. میبریمش. مرسی که این فیتو که نگاه کردیم. دمتون گرم. تک خدافظ.